دوست میریم به نام قدوس عیسی مسیح مبحثی رو که از هفته گذشته آغاز کردیم در واقع ادامه میدیم. اسم این مبحث رو که عطایای روح القدس هست، بررسی دوره عطای روح القدس، اختصاص دادیم برای چند جلسه به یک بدن، عطایای گوناگون، یک خدمت. عطایای گوناگون، یک خدمت، یک بدن، یک خداوند، یک تعمید. چقدر زیباست که واقعا ما در مسیح یک هستیم و در نام قدوس او میتونیم این چیزها رو تجربه بکنیم که یک حقیقته. ما تنها نیستیم، بلکه در بدن مسیح هستیم که سر اون خود عیسی مسیح هستش. امروز میریم به فیض خدا عطای حکمت رو بررسی میکنیم که اولین عطایه هستش که پولس رسول در اول قرنتیان باب 12 گفته و بسیار عطایه مهمی هستش. ولی قبل از اون قسمتی، دو تا پاراگراف مونده از درس قبلی که مقدمه این دوره هست رو خدمتتون میخوام بگم. هفته گذشته راجع به این صحبت کردیم که چطور پولس رسول تعلیم میده که در اول قرنتیان ما باید از تجلیات روح القدس، عطیه روح القدس با خبر باشیم، و بر اساس آیات که بررسی کردیم از اول قرنتیان 12 آیات 4 تا 6 تا 12 آیات در واقع خود 12 آیه 27 تا 31، ما این چیزها رو یاد میگیریم که خیلی دوست داشتم که اینها رو شما بشنوید. ما یاد گرفتیم در اول قرنتیان باب 12 که عطایا از روز پنتیکات و زمان بازگشت مسیح ادامه دارد. هرگز و هرگز این تعلیم درست نیست که عزیزانی میگویند که این عطایا مال اون موقع بود، برای اینکه مسیح میخواست به یهودیا نشون بده که در واقع توسط روح القدس او حقیقت هست، یا اینکه حضور او در کلیساست. خب این اتفاق افتاد البته، ولی مربوط به اون زمان نیست. اگر دیروز عیسی مسیح 2000 سال پیش عیسی مسیح توسط عطایا در کلیسای اولیه عمل میکرد، امروز هم عمل میکنه. ما میبینیم در سرتاسر جهان که اینگونه هست. کلیساهایی که کاریزماتیک هستن، پنتیکاستی هستن، بیشتر به اینها اعتقاد دارن. پس عطایای روح القدس فقط مال روز پنتیکاست نیست. تا موقعی که ما روی این زمین باشیم، کلیسا روی این زمین باشه، عطایا عمل میکنه. پس اصلا روح القدس برای کلیسا اومد، ریخ بر کلیسا، مال کلیساست، در کلیسا عمل میکنه، چون ما فرزندان خداوند خوانده شدیم و در واقع نه فقط همین، بلکه امروز دست و پای عیسی مسیح هستیم که عمل کنیم. و یک بونسه، یک رحمت خداست که به کلیساش عطایا رو میده. دوم، عطایا یک سری استعدادا نیستن که در طی زمانی ما اونها رو به دست بیاریم. باید بدونیم بله، بعضی از ما خیلی استعداد داریم. خدا شکر میکنم برای عزیزانی که استعداد دارن. من در این هفته با کسانی روبرو شدم، چندین استعداد، دوست فیلیپینی دارم که قبلا در کلیسای ما میزد، ایشون بسیار پسر با استعداد، الان رفتن به ایالت دیگه و ایشون موسیقی میزنه، پیانو میزنه، گیتار میزنه، دیدم جدیدن جاز داره میزنه، درام میزنه، ورزشای گوناگون میکنه. اصلا میگم چه استعدادی داره که این خداوند به او داده. به همه ما خداوند استعداد داره، ولی عطایا چیزی نیستن که ما توسط درس خوندن در دانشگاه به دست میاریم یا از کسی به ما ارث رسیده. عطایا چیزی هستن که روح القدس بر حسب نیاز کلیسا به ما میده. عطایا گوناگون هستن، اما توسط روح خدا به ایمانداران داده میشه. خیلی مهمه که بدونیم عطایا فرق میکنه. پس خیلی مهمه که اگر من یه عطایی دارم، دلیل نمیشه که همه همون عطا رو داشته باشن. و زیبایی بدن مسیح اینه که هر کس در جای خودش با عطای خودش عمل میکنه. تلاش نکنیم عطای کسی رو در بیاریم، تلاش نکنیم کسی باشیم، تلاش کنیم که عطای روح القدس در ما ریخته بشه، عمل بکنه. در روزه و دعا، در حضور خدا منتظر باشیم تا عطایا رو دریافت بکنیم، عطایی که خدا برای ما در نظر داره. عطایا فیض روح خدا به ما هستن و نه پاداشی از جانب او به کلیساش. فکر نکنیم که اگر کسی عطایی داره مثل سرایندگی، یک پاداش هستش. لطف خداست. ما اصلا لیاقت نداریم. یادم کشیش برادر روبرت که سود سوم هستن نخوندیم، ایشون خیلی زیبا پشت هم برای یه بار گفتش،
گفت ما کجا، منبر کجا، ما کجا، خدمت خدا کجا، ما کجا اصلا اینجا بیستیم راجع به او حرف بزنیم. این فیض اوست، عطایا هم فیض او هستن. این بعد باعث بشه که ما مغرور نشیم، باعث نشه که باعث بشه که ما فروتنتر بشیم، باعث بشه که مشتاق باشیم و تمام جلال رو به خداوند بدیم. آمین. عطایا به ما شخصیت نبخشد، از این جهت ما به ثمره روح خدا نیاز داریم. چون بنده مثلا عطای موعظه کردن دارم، عطای شبانی دارم یا عطای دیگه دارم، دیگه نمیشه که شخصیت من بر اساس اون باشه، بلکه این میوه روح هستش که هفته گذشتم بهش اشاره کردیم، غلطیان 5:22، که خیلی مهمه که هر عطایی داریم در واقع پر باشیم از میوه روح. پولس رسول در اول قرنتیان باب 13 میفرماید که اگر من محبت نداشته باشم همه اینا مثل سنجی فقیم کننده هستش، اصلا فایده نداره. پس شخصیت ما به خاطر نام مسیح است. غلاطیان 5:22 میگه محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع، پرهیزکاری، این نه میوه روح هستن. میوه ها هم نه، میوه از یک خداوند هستش، از یک ریشه هستش که ما بهش احتیاج داریم. خدا توسط عطای روح به کلیسا توانایی ببخشد تا کار او را به پیش ببریم. یادمون باشه، برای نیست که ما به جایی برسیم، برای اینکه کار او جلو بره، برای اینکه کلیسای او بنا بشه، برای اینکه او جلال بیابه. همه چیز در مورد اونه. انگلیسی خیلی قشنگ میگن Everything is about him, it's not about me. راجب من نیست، راجب شما نیست، راجب او هست، درباره او هستش. آمین. یادمون باشه ما نمیایم کلیسا و نمیایم در خدمت برای اینکه ما به جای برسیم، ما میایم تا اینکه او افسوده بشه. یادم میاد که یحیای تعمیددهنده خیلی زیبا میگه، میگه من اومدم کم بشم تا او افزوده بشه، که او جلال بیابه، من اصلا ناپدید بشم. پولس رسول میگه زیستن من به خاطر مسیح هستش، او در من دیده بشه، او در من جلال بیابه. عطای یاد شده تمام عطایا نیستن، میتونن بیش از این هم باشن. ما 3-4 لیست داریم در واقع عهد جدید که 2 لیستش رو تا حالا بررسی کردیم، ولی میتونه بیش از این هم باشه. چون اگه ما بپذیریم که عطایا رو خداوند بر حسب نیاز کلیسا میده و اون زمان میده، پس امکان داره عطایا باشه که امروز جا دارن که 2000 سال پیش اصلا نبودن. عطایا برای همه هستن، عمومی هستن و نه برای بعضی از کلیسا مسیحی ها. یادمون باشه شما عضو عاطل باطل بدن مسیح نیستید، شما عضو پای منبری نیستید. پای منبر باید برید، باید بشینید موعظه بشنوید. بعضی کلیسا نمیرید، واقعا برید. پیش من نمیایید، برید جای دیگه، کلیسایی که انجیل و موعظه میکنه، ولی به کلیسا وصل باشید. کلیسای ایرانی نمیاد، به کلیسای غیر ایرانی که در خارج از کشور زندگی میکنید وصل باشید، ولی وصل باشید به کلیسا. خیلی مهمه. اصلا مسیحی بدون کلیسا نمیشه. مگه شاخه یا برگ بدون درخت میشه؟ مگه درخت بدون ریشه میشه؟ غیر ممکنه. پس مسیحی بدون کلیسا نمیشه. شما اگه به کلیسا نمیرید، اشکال از کلیسا نیست، اشکال میتونه از شما باشه. شاید اون کلیسایی که اونجا هستن، هفته پیش ادهی با من تماس گرفتن، ما در فلان شهر ترکیه هستیم، ما با اون کلیسا مشکل داریم. مگه میشه هم چیزی؟ کلیسا جمع شده، پر شده از مقدسین، کسانی که پر از عیب هستن. بنده پر از عیبم، هممون عیب داریم. اگه عیب نداشتیم که پیش مسیح نمیرفتیم. من نمیخوام راجع به این بیشتر موعظه کنم، ولی عطایا برای عموم هستن. عطایا بر حسب اراده روح القدس عطا میشوند. برخوردار بودن از عطایا با به اجرا گذاشتن آنها متفاوت میباشد. بسیار اهمیت دارد که آنها را با حکمت الهی به کار بریم. ما متوجه هستیم که چه میکنیم، خیلی مهمه. پس یکی از اشکالایی که در کلیساهای که به عطایا شاید اعتقاد دارن بیشتر شاهدش بودیم این بوده که اونایی که به عطایا اعتقاد ندارن که هیچ دیگه دارن زندگیشون رو میکنن، خدا شکر برای وجودشون، این بوده که اونها از نحوه کاربرد اون خوب اطلاع نداشتن، اشتباه کردن. شاید نبوت کردن، نبوتشون اشتباه بوده، لزوما قصدشون نبوت غلط نبوده، بلکه
کار به کار بردن اون عطایا رو بلد نبودن. من دیدم بعضیا که چطور از عطایا استفاده میکنن که غلطه. پس خیلی مهم و همین دوره رو و این دروس رو برای همین داریم میذاریم که بدونیم عطایا چی هستن و چطور بعد از اونها استفاده بکنیم. خب امروز بریم همونطور که میبینید عطای کلام علم رو با هم نگه حکمت رو با هم نگاه میکنیم. من مرتب کلام علم و کلام حکمت رو با هم قاطی میکنم. کلام علم و یا کلام معرفت، علم، حکمت و معرفت، بعضیا میگن که با هم هم کار میکنه. ما هفته آینده به فیض خدا نگاه میکنیم کلام معرفت چیه، کلام علم چی هستش. ترجمه قدیم میگه علم، ولی پولس رسول در اول قرنتیان باب 12:8 میفرماید که خدا به بعضیا کلام حکمت رو داده، کلام حکمت رو داده. عبارت عبری که من پیدا کردم در اینترنت برای کلام حکمت یا حکمت به زبان عبری چکما هست، اگه اشتباه نگفته باشم بپذیرید که من روزانه عبری حرف رو میزنم که بخوام بلد باشم و تلفظشو بدونم، ولی کلام حکمت یا حکمت چکما هستش یا چکما. و یونانی اون صوفیا هست، خیلی جالبه، من نمیدونستم تا حالا، صوفیا هستش که در زبانهای مختلف مثل عبری و یونانی از اون استفاده میشه. این عطا به عنوان کلام حکمت توصیف شده، چرا که این یکی از عطایای زبانی هستش، یعنی از طریق زبان اون کسی که این عطا رو داره بیان میشه. این عطا کسی رو توصیف میکنه که میتونه حقایق کلام خدا رو در واقع درک کنه و از آن صحبت بکنه، کسی که دارای حکمت هستش، به نحوی که آنها را در شرایط مختلف زندگی با بصیرتی که روح القدس بهش میده، با حکمتی که روح القدس بهش میده، درایتی که روح القدس بهش میده بیان میکنه. در کلام خدا ما سه نوع حکمت رو میبینیم. حیف آمد که این سه نوع رو به شما نگم. عزیزانی که مینویسید، سه نوع حکمت وجود داره. اول حکمت خدا هست که در اول قرنتیان باب 2 آیه 6 تا 7 میبینیم. آیه 6 تا 7 در اول قرنتیان باب 2 میگوید اما در این حال ما در میان بالغان به بیان حکمت پردازیم، اما نه حکمتی که متعلق به عصر حاضر یا حکمرانان عصر باشد که محکوم به زبان. راجع به یونانی ها صحبت میکنه و رومی ها که خیلی اهل فلسفه و بیانات گنده و قلمه سلومه بودن، اونها به اون توکل داشتن، مشکل و فلسفه ندارم البته، گرچه زیاد حرفی هم نیستم تو فلسفه، ولی مشکل اینجا. و پولس میگه که ما راجع به این حکمت صحبت نمی کنیم، بلکه حکمت خدا را بیان می کنیم که در رازی نهان بود و خدا آن را پیش از آغاز زمان برای جلال ما مقرر فرمود. پس اولین نوع حکمتی که پولس راجع بهش دست میذاره و صحبت میکنه حکمت الهی است، حکمت خود خدا هستش. حکمت دومی که همینجا در همین آیات ما میبینیم، آیه 6 میبینیم، حکمت دنیا هستش. اما در این حال ما در میان بالغان به بیان حکمتی پردازیم، اما نه حکمتی که متعلق به عصر حضار یا حکمرانان این عصر باشد که محکوم به زوال هستند. یعنی منظور اینجاست که این نوع حکمت ابدی نیستش. این نوع حکمت حکمتی که حالا بر حسب تجربه و تحصیلات به دست اومده، ولی کاربرد آسمانی نداره لزوما، متعلق به این زمینه و کامل نیست چون زمینی هستش. و سوم حکمت انسانی هستش که جامعه باب 1 آیه 17 و 18 به گمانم سلیمان اونجا داره صحبت میکنه. سلیمان راجع به حکمت انسان میگه پس دل بران داشتم که حکمت و هم دیوانگی و حماقت را بشناسم، اما دریافتم که این نیز در پی باد دویدن است، زیرا که در حکمت بسیار اندوه بسیار است، آن که بر دانش میافزاید بر رنج میافزاید. یادمون باشه پادشاه، یکی از بزرگترین پادشاهان قوم اسرائیل داره راجبش صحبت میکنه. پس کاملترین نوع حکمتی که در دنیا از این آیات میفهمیم وجود داشته و داره حکمت الهی هستش. من نمیگم نباید تحصیل کرد، من نمیگم نباید کتاب خون، من نمیگم که نباید در واقع به دانش خودم اضافه کنیم، اتفاقا باید بکنیم، از این مغز خودمون استفاده کنیم، به کار ببریم، پرش کنیم، ولی توکل ما، تکیه ما بر اونها نیست، چون که خود سلیمان در امثال میفرماید، بلکه بر خود خدا و حکمت خدا هستش. کلام حکمت عطیه بسیار زیبا و لازم است و
کلیسا باید برای اون دعا بکنه تا اینکه خداوند این عطیه رو به او بده. اگر من معلمم و حکمت ندارم و یه حکمتم کمه، شما که عطیه حکمت دارید میتونید منو کامل بکنید، مثل چشم که داره گوش رو کامل میکنه، دست رو کامل میکنه، دست داره چشم رو کامل میکنه، نه؟ به همین شکل، گرچه من به انگامی که این درس رو آماده میکردم بیشتر از خداوند خواستم خداوند به من عطیه حکمت رو بده. من فکر کنم بیش از گذشته بهش احتیاج دارم و انتظارم دارم. اما کلام حکمت چیه؟ کلام حکمت با تجربه و دانش و تجربه که در طی زمان به دست میاد بسیار تفاوت داره. کلام حکمت کلام آسمانی است، کلام انسانی نیستش. کتاب یعقوب میگوید که خداوند میخواهد به ما حکمت عطا کند و این حکمت خاصی است که به واسطه روح القدس به جهت حل مسائل روحانی کلیسا بخشیده میشه. الان به یعقوب هم میرسیم البته، ولی او به ما میگه که این حکمت از آسمان میاد. این حکمت خدا میده در زمانهای فوق‌العاده و حساس که میتونه راهگشا باشه. البته چه کسی است که به حکمت نیاز داشته باشه؟ همه نیاز داریم، اما کلام حکمت بسیار متفاوت هستش. کلام حکمت ذره‌ای است از حکمت خود خدا. خدا میدونه که ما نمیتونیم به طور کامل حکمت او رو داشته باشیم، چون زیر گناه و در این جسم هستیم و در این زمین زندگی میکنیم. فقط ذره از اون رو توسط عطیه به ما میده. واقعا شده زمانهایی که گفتم خداوند واقعا تو چقدر حکیمی. داوود میگوید، سلیمان میگوید که حکمت خدا بی نظیره. ما به حکمت خدا نیاز داریم، ما گنجشانو نداریم. یوحنا در انجیل خودش فصل اول عبارت لوگوس رو برای حکمت به کار بره و میگه که عیسی مسیح خود حکمت خدا یا کلمه هستش. اون عبارت لوگوس در چهار آیه اول انجیل یوحنا باب اول همون حکمت هستش. پس ما نتیجه میگیریم که حکمت خود خداست، خدا حکمته. برای من جالبه همیشه وقتی راجع به حکمت صحبت میکنم، وقتی خدا به سلیمان گفت چی میخوای، سلیمان نگفت ثروت میخوام، دشمنام از بین ببر، منو پیروز کن، من اینطور کنم اونطور کنم، گفت من حکمت میخوام. و خداوند بهش گفت چون حکمت از من خواستی تو رو کامیاب میکنم. اگرچه میبینیم که کامل نبود سلیمان، ولی حکمت چیزیست که خدا دوست داره به ما بده. حکمت در عهد عتیق طریق رسیدن به کامیابی و موفقیت هستش. این سعادتمندی در مورد هر زمینه صد میکنه. یادمون باشه وقتی ما راجع به موفقیت صحبت میکنیم فقط راجع به پول حرف نمیزنیم، راجع به ثروت حرف نمیزنیم. اگر شما در مسیح هستید خوانده شدید موفق باشید در هر امری، در چیزهای جزئی زندگیتون، در سراییدن، در کار، در تحصیل، در ازدواج، در هر چیزی. و میبینم که بعضیا واقعا فوق‌العاده هستن یا خارق‌العاده هستن اگر عطای روح القدس رو دارن، حکمت روح القدس رو دارن. امثال سلیمان باب 9 آیه 10 میفرماید ترس خداوند آغاز حکمت است و شناخت آن قدوس بصیرت هستش. ترس خداوند آغاز حکمته. کسی که حکمت داره از خدا، به خدا احترام میذاره. ترس منظورینه. دیدم دیروز که نوشته یه ترس رو گذاشتم، بعضی از شما گفتید برای من دعا کن احتیاج دارم. واقعا هرچی بیشتر خدا رو بشناسیم، حکمت او رو دریافت کنیم، ترس دیگه در ما جایی نداره. ترس در ما جایی نداره. اول قرنتیان باب 2 آیه 9 تا 16 میفرماید اما آن چنان که کتاب باعث میفرماید آن چرا که کسی که هرگز چشمی ندیده و گوشی نشیده و به خاطر انسانی خطور نکرده خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است. برای کی؟ برای شما، برای من. ما دوستداران خدا هستیم، نه؟ میخوایم اراده او رو انجام بدیم. خدا اون رو تدارک دیده. خدا این همه را به وسیله روح خود از راه الهام به ما آشکار ساخته است. زیرا روح القدس همه چیز حتی کنه نیات الهی را کشف میکند. کیست که بهتر از روح شخص با باطن او آشنا باشد؟ کی میتونه باطن خود شخص رو بشناسه جز روحش؟ به همان طریق هیچ کس جز روح خدا با خدا آشنا نیست. هیچ کس نمیتونه خدا رو بشناسه جز روح خدا.
برای همین مسیح گفت من روح قدس رو برای شما میفرستم، حالا جریمه گناهاتون دادم، حالا زنده شدم، روح قدس رو میفرستم و شما تعلیم میده، شما رو هدایت میکنه، او با شما هست، شما رو به گناه ملزم میکنه و و و و روحی را که ما به دست آورده ایم متعلق به این جهان نیست، بلکه از جانب خداست و عطایه را که او به ما عنایت فرموده است بشناسیم. روح قدس به ما کمک میکنه عطایه را بشناسیم. و آیه 13 میفرماید اما درباره این حقایق با عبارات که از حکمت انسانی ناشی میشود سخن نمیگوییم. او یک فیلسوفه، دروس الهیات رو خونده، خیلی باسواده، یک فریسیه، ولی میگه من با حکمت انسانی حرف نمیزنم، با حکمت که روح قدس به من داده با شما صحبت میکنم، بلکه با آنچه که روح قدس به ما میآموزد و به این وسیله تعالیم روحانی را برای اشخاص روحانی بیان مینماییم. کسی که روحانی نیست نمیتواند تعالیم روح خدا را بپذیرد. تنها شخصی که روحانیه درک میکنه که عطای روح قدس چی هستن و روح خدا به او چی میگه. پس اجازه بدیم که روح قدس در ما بیشتر جا داشته باشه، خودمون از خودمون خالی بشیم، روح قدس در ما قرار بگیره، زیرا به عقیده او این تعالیم پوچ و بیمعنی هستن. و در واقع چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی است، آنها نمیتوانند آن را درک کنند. ولی شخص روحانی قادر است درباره همه چیز قضاوت کند، تشخیص بده. منظورش اینه، بعضیا به عبارت قضاوت حساسید، میگید مگه خداوند نگفته قضاوت نکن؟ منظورش که تشخیص بده، بتونید بدونه که چی درسته چی غلطه. این قضاوت رو میگه، نه اینکه راه بیفته ببینیم دیگران چیکار دارن میکنن. مثل وقتی شما میرید دکتر پزشک شما رو میپرسه، ازتون سابقتون رو میپرسه، پدر مادرتون چطور بودن، خودتون چطور هستید، چند سالتونه، آزمایش خون بهتون میده. و من ماه پیش این کار کردم، تمام آزمایش مختلف رو گرفت، دکتر گفت همه چیز خوبه و خدا شکر که خداوند عمل میکنه. ولی بعد قضاوت کنه، به عبارتی با چه قضاوت میکنه؟ با آزمایش خون، با فشار خون گرفتن، با MRI گرفتن، با چیزی مختلف. به همین شکل ما باید خودمون رو به وسیله روح قدس قضاوت کنیم. اجازه بدیم که ببینیم که روح خدا راجع به ما چه قضاوتی میکنه. ما باید تشخیص بدیم که کجا قرار گرفتیم. ولی شخص روحانی قادر است درباره همه چیز قضاوت کند، ولی هیچ کس نمیتواند درباره او درست قضاوت نماید. فقط خدا قادره که درست قضاوت کنه، ما قادر نیستیم. زیرا به قول کتاب مقدس، چه کسی افکار خدا را میداند و چه کسی میتواند او را نصیحت کند؟ به هر حال ما اکنون میتوانیم مثل مسیح فکر کنیم. اینو بزرگ کنید، بزنید تو خونتون، تو اتاقتون. ما میتونیم مثل کی فکر کنیم؟ مثل مسیح فکر کنیم. این وعده آینده نیست، بلکه همین الان اتفاق میتونه بیافته. فعل زمان حال هستش. ما میتونیم به جایی برسیم که مثل مسیح فکر کنیم. اول قرنتیان باب 1 آیه 21 پولس دوباره میفرماید بنابر حکمت خدا. بنابر چی؟ حکمت خدا. دنیا نتواند از طریق حکمت خدا، از طریق حکمت خدا را بشناسد، از طریق دانش، اون چیز انسانی که راجبش صحبت کردیم، حکمت انسانی. خدا چنین مصلحت دید که از راه جهالت موعظه کسانی که ایمان می آورند نجات بخشد. روش خدا با روش ما فرق میکنه. بازم میگم، من در یک از درسایی که مال همین عطایا هست گفتم اگه ما روانشناس داریم که خدا رو شکر چندین روانشناس مسیحی داریم که از روح خدا پره، بهتر بتونه خدا رو خدمت کنه، که عطای حکمت رو داره، کلام حکمت رو داره، بهتر میتونه عمل کنه. ولی اگر ما متخصصی داریم که اصلا حکمت الهی رو نداره، حکمت انسانی داره، میتونه خرابکاری کنه. اونم انسانه، اسمشون فقط پزشک هستش. راجب هر کس همینطوره، راجب یک رئیس جمهور هم این صادق هستش. پس دعای پولس برای ایمانداران در کولوسیان باب 1 آیه 9 چی هستش؟ این دعا میکنه که اونها حکمت خدا رو دریافت کنن. میگوید که همه ما بدان نیاز داریم، همه نیاز دارن، نه فقط یک نفر بدت حکمت داشته باشه. میگوید از روزی که این را شنیدیم
از دعا کردن برای شما باز نایستاده ایم، بلکه پیوسته از خدا میخواهیم که شما از شناخت اراده او در هر حکمت و فهم روحانی پر شوید. بازم من اشاره میکنم که پولس به نظر میاد که عطای مختلفی داره، عطای حکمت هم داره، نه فقط دانش حکمتی داره، حکمت دانشی داره، بلکه عطای حکمت الهی هم داره. پس او میگه که من دعا میکنم شما هم که اعضای کلیسای من هستید، من خادم شما هستم، این حکمت رو دریافت بکنه. آمین. اغلب کسانی که عطای حکمت رو دارن قادر هستن که کلام خدا را با حکمت الهی تعلیم بدن و حقایق روحانی را به کلیسا منتقل کنن. بازم دارم میگم وقتی ما راجبه کسی صحبت میکنیم که عطای حکمت داره، راجبه یک شخص سال خورده صحبت نمیکنیم که حالا ریشاش سفید شده، موهاش سفید شده. ما میبینیم کلام حکمت بر دانیال دوستاش قرار میگیره، کلام حکمت بر یوسف قرار میگیره و کلام خدا بر من و شما قرار میگیره. اما تفاوت حکمت خدا و انسان در چیست؟ سعی میکنم در این چند دقیقه به این قسمت از کلام خدا اشاره بکنم که خیلی خیلی مهمه. اصلا من راجع به این موضوع کردم در گذشته. تفاوت حکمت خدا و انسان در چیست؟ یعقوب باب 3 آیه 13 تا 18 این رو میگه. باز کنیم با هم. میگه یعقوب باب 3 آیه 13 تا 18 میگه کیست حکیم و خردمند در میان شما؟ بگذارید آن را با شیوه زندگی پسندیده خود نشان دهد. اعمالش نشون میده که او حکیمه. با اعمالی توأم با حلم که از حکمت سرچشمه میگیره. پس ثمره و میوه و نتیجه حکمت چی هستش؟ حلم، فروتنیه. من دقت کردم همه عطای روحانی اگر بر هر کس قرار میگیره همراه با فروتنیه. اگر کسی عطای از خدا داره فروتنتر هست، نه مغرورتر بشه. اما اگر در دل خود حسد، تلخی و جاه طلبی دارید، به خود مبالید و خلاف حقیقت سخن مگویید. چنین حکمتی از بالا نازل نمی شود، انسانیه نه، بلکه زمینی و نفسانی و شیطانی است. زیرا هر جا حسد و جاه طلبی باشد، در آنجا آشوب و هر گونه کردار زشت نیز خواهد بود. اما آیه 17، آیه طلایی، اما آن حکمت که از بالاست. ما راجع به کلام حکمت صحبت بکنیم. حکمت که از بالاست، نخست پاکه، سپس سلامیزه، ملایمه، نصیحت پذیره، سرشار از رحمته، از ثمرات نیکو برخورداره و بری از تبعیض و ریا هستش. ریاکاری نمی کنه. اینو داره به کلیسای میگه که از زمینه مذهبی میادش. پارسایی محصولی است که در صلح و صفا و به دست صلح‌جویان کاشته میشود. پس تفاوت حکمت انسانی و الهی در این هستش، کاملا سیاه و سفید هستش، متضاد هم دیگه هستن. چند نمونه از حکمت خدا را در افراد در کتاب هست ببینیم. اول یوسف هستش. خدا در زندان در زمان قحطی میبینیم بهش حکمت میده. اون حکمتی که یوسف بیان میکنه در زمان قحطی باعث میشه مردم از گرسنگی نبینن، خدا حفظشون میکنه. دانیال میبینیم که با تفسیر خوابها حکمت عجیبی خدا بهش داده بود. سلیمان در امثال او میبینیم، در پادشاهی او میبینیم، و خداوند ما عیسی مسیح به طور کامل در تعالیمش، در پاسخهایی که به رهبران مذهبی میده، حکمت خدا رو میده. از همون سن کوچکی که میخونین لوقا میگه چنان تعلیم داد که بزرگان موندن در کنیسه. در او عطای حکمت به طور کامل عمل میکرد. کاربرد عطای حکمت چی هستش؟ من خیلی سریع اینا رو میگم و خیلی خلاصه، ولی راجبش فکر کنیم. کاربرد عطای حکمت میتونه در موعظات باشه، در موعظات باشه. به طور مثال موعظه استیفان هستش در اعمال 6 آیه 10 میخونیم، ولی در برابر حکمت و روحی که استیفان با آن سخن میگفت یارای مقاومت نداشتن. انقدر حکمت خدا بر او بود، او جزو شماسای برگزیده کلیسای اولیه بود که اونها بعد سنگسارش بکنن میکشنش، چون یارای جواب دادنش نبودن.
چقدر عطای کلام حکمت زیباست. در خدمت شبانی عبرانیان 13:17 میگه از رهبران خود اطاعت کنید، تسلیم آنها باشید، زیرا ایشان بر جانهای شما دیدبانی میکنن و باید حساب بدهن، پس بگذارید کار خدا خود را با شادمانی انجام دهن، نه با آه و ناله، زیرا این به نفع شما نخواهد بود. در خدمت شبانی دعا کنیم که شبانامون پر از حکمت باشن، کلام حکمت در اونا باشه، در مشورت ها، در مصاحبت ها، در موعظات، در خدمات. در خدمت شماسای رو میبینیم، هم تو که اشاره کردیم اعمال 6:3 میبینیم جایی که مشکلی پیش میاد برای ده از بیوه زنان یونانی، میگوید که پتروس از روی خدا پر میشه و 7 نفر رو انتخاب میکنن برای خدمت بیوه زنان که این خصوصیت داشتن. پس ای برادر، از میان خود 7 تن نیک نام را که پر از روح و حکمت باشند برگزینید تا آنان را بر این کار بگمارید. من برام جالبه، کلیسای اولیه هر کاری میکرد با روزه و دعا بود و امروز خیلی کم میبینم که مردم با روزه و دعا کاراشون رو انجام بدن و این غلطه. کلیسای ما باید پر از روح خدا و حکمت خدا باشه. در زندگی ما در اختلافات ببینیم که عطای حکمت عمل میکنه. اعمال 15:19 اونجا میبینیم که برناباس به گمانم میگوید پس رأی من بر این است که آنان را که از غیر یهودیان به سوی خدا باز میگردن زحمت نرسانیم. اینجا عده‌ای بودن از غیر یهودی‌ها که مسیح شده بودن و یهودیایی که مسیح هستن، میگفتن اینا باید برن مراسم یهود رو انجام بدن مثل ختنه و غیره، ولی اونجا او کلام حکمتی رو میگه. برنابا میکرد از اوناست که عطایا در او فراوان عمل میکرده. چند هفته است داریم نگاه میکنیم که اینگونه سخن میگه و حکمت او باعث شد که در واقع شاول پولس بشه، حکمت او باعث شد که غیر یهودی ها به مسیح ایمان آوردن وارد کلیسا بشن. حتما رفتیم آسمان، برنابا رو باید ببوسیمش، نه؟ چون ما غیر یهودی هستیم. فیض خداوند البته. پس در اختلافات خیلی مهم کلام حکمت. خداوند معمولا عطایا رو به شبانها میده به خاطر که او با مردم سر کار داره، ولی این به این معنی است که همه شبانها همه عطایا رو دارن، نه. ولی دعا کنیم این گونه در شبانان ما عطایا عمل کنه، مثلا عطای حکمت. در مقابل شیطان برخلاف تعالیم و روش‌های شریر می‌بینیم کلام حکمت عمل میکنه. در تعالیم پتروس هست، تعالیم یوحنا هست، در تعالیم پولس هست که خیلی ما در تعالیم مسیح هستش. در بشارت کلام حکمت عمل میکنه، خیلی مهمه. کلام حکمت در بشارت خیلی نقش مهمی داره و به هر حال آنچه که مهمه با کلام حکمت کلیسای خداوند با قوت بیشتری بره جلو. من دوست دارم بیشتر راجع به حکمت صحبت کنم، شاید هم یک جلسه بذاریم فقط راجع به حکمت صحبت کنیم، ولی وقت ما داره تمام میشه. در واقع به خاطر میدم این مبحثو، ولی واقعا دعا کنیم خداوند عطای حکمت رو به من بده. هیزان اینطور دعا نکنیم. بعضی میگن من دعا میکنم خداوند برکتش بده، این دعا نیست، این یک آرزوه. دعا یعنی بیستی. کلیسا 10 شبانه روز در بالاخانه در روزه و دعا بودش. عرض کردم خوب میشه برای عطایا هفته یک بار روزه بگیری، حتی دعا بکنی. دفعه بعد که دعا میکنی بگی خداوند عطای کلام حکمت رو به من بده، کلام حکمت رو به کلیسای من بده، به شبان من بده، به رهبران من بده، و باشه کلیسای ما پر از کلام حکمت باشه و خداوند کلیسای خودش رو بنا کنه، بارور کنه و از طریق کلام حکمت کلیسا به اون اهدافی گام برداره که مورد نظر روح القدس و خداوند هستش. آمین. دعا بکنیم هفته بعد برمیگردیم کلام معرفت رو با هم نگاه میکنیم، کلام علم رو با هم نگاه میکنیم، به فیض خداوند که حضور خدا این هفته با تک تک ما هستش و هفته بعد به طور خاص روی موضوع میستیم. خداوند سپاسگزاریم برای ساعت که در حضور تو بودیم، چقدر سریع گذشته خداوند، ولی سپاسگزاریم که ما میتونیم الان کلام حکمت داشته باشیم که یکی از عطای تو هست خداوند که به کلیسا و به ما میدی. خداوند دعا میکنم ای خداوند عزیز، ما را از روح القدس پر بسازی، کلام حکمت رو در ما قرار بدی و کمک بکنی که در عطای روح القدس
ما رشد بکنیم، کلیسا پر بشه، گوشه گوشه کلیسا از جوان تا پیر، از زن و مرد، خداوند خادم و اعضای معمولی کلیسا، همه از عطای تو برخوردار باشن که در نهایت خداوند کلیسای تو بتونه مثل کلیسای اولیه بدرخشه.